درود بر دوستان نازنین، با تمرین های درس 11 همراه خواهیم بود. گفته که دی زونه شاینت، خورشید میتابد. اون تشتغیشن زی دست زوبیکت، زیر زوبیکت ها همون من تو او ما شما ایشان آقای رئیس خانم ماریا، اینها گفته زیر اینها خط بکشید. میخواد تشخیص بدیم که زوبیکت ها چه چیزهایی میتونن باشن در یک جمله. اولیشو خودش انجام داده، گفته heute ist Herr Meier froh، امروز آقای مایا خوشحاله. Der Chef ist nicht da، زوبیکتمون کجاست؟ Der Chef ist nicht da. Die Arbeit ist leicht، زوبیکتمون چیه؟ Die Arbeit. می‌بینید الان اینجا فهمیدیم که فقط من تو و ما شما ایشان نیست، یه نفر میتونه باشه، یک چیز هم میتونه زوبیکت باشه، مثلا die Arbeit ist leicht und die Sonne scheint. Die Sonne یک چیز. überlegt was mache ich heute Abend. Ich fahre ich nach Hause oder gehe ich spazieren? Ich. Da ruft Anna an. Anna. Gehen wir heute Abend essen? Wir. Aber der Chef kommt früh zurück. Der Chef. Er hat schlechte Laune. Laune, yani خلق و خو، اعصاب نداره انگار یارو. Er hat schlechte Laune. Er. Was machen Sie da? Sie. Herr Meier. اینجا چه کار میکنید هر مایر؟ بعد اون میگه rufen Sie bitte sofort in Stuttgart an. زنگ بزنید شما لطفاً سریع به شتوتگارت. Es ist dringend. این خیلی ضروری هست. Es ist dringend. Wir warten und warten und der Katalog ist immer noch nicht da. Wir, Subjekt, sabr mikonim, sabr mikonim, vali, chi nistesh, der Katalog ist immer noch nicht da. Ach ja, die Kunden aus Hamburg kommen gleich. Kiamian, die Kunden, Mushtariya, az Hamburg الان میآیند. Heute Abend gehen wir alle essen. Sie kommen bitte mit. امروز عصر کیا؟ Wir ماها همه میریم غذا بخوریم. Kommen Sie bitte mit. بیایید شما لطفاً با ما. بریم برای کسانی که حوصله دارن ببینیم چقدر چیز برای یاد گرفتن اینجا داریم. پر از چیزه. گفتیم که heute امروز، جملمون رو با امروز شروع کردیم چون تأکیدمون بر امروز هست. فعل جایگاه دوم Herr Meier froh. Der Chef ist nicht da. فعل جایگاه دوم ist nicht da. یعنی اومده گفته نیستش. Die Arbeit ist فعل جای دوم leicht. Und پس گفتیم به علاوه انگاری بگیم دو تا جمله رو میخواد به هم بچسبونه. Die Arbeit ist leicht und die Sonne scheint. دوباره میبینید که با یک زوبیکت شروع میشه و بعد فعل در جایگاه دوم. überlegt زوبیکت، او من یادم رفته بکشم، زوبیکت فعل در جایگاه دوم. Was
mache ich. الان چیزی که یاد گرفتیم توی درس قبل was به حالت و-فراگه گفتیم بعدش فعل میاد. mache انجام میدهم من. heute Abend تأکیدمون اینه که چه کار انجام میدهم من heute Abend امروز عصر زمان اومده اینجا. میتونستیم همینو بگیم heute Abend was mache ich درسته؟ ولی تأکیدمون بر اینه که من چه کار میکنم، تأکیدمون بر امروز عصر نیست. یه موقع میخواییم بگیم امروز عصر حتما میبینمت، این فرق میکنه تا اینکه بگیم تو رو من امروز عصر میبینم. تأکیدمون بر امروز عصره. توی فارسی اگر دقت کنید خیلی راحت براتون قابل فهم خواهد بود. حالا ببینید فعل اومده اول. فاق من سریع میدونم یا امری هست یا سوالیه، چون فعل اومده اول. فاق ایش نخاوز ادا گیه ایش شپاتسیرن، ایناش علامت سوال، پس سوالی بود. پس شد فعل اومده اول، بعد زوبیکت میاد، بعد بقیه جمله. حالا نکته بعدیش گفته اودا یا اینکه گیه شپاتسیرن، یا دوباره فعل میاد حالت اول چون سوالی همچنان و بعد زوبیکت و بعد ادامه جمله. اوکی، من پیشنهادم به شما اینه که الان پاوز کنید، من اینو تمیز میکنم، شما برای خودتون شروع کنید این آنالیزایی که من الان کردم رو ادامتن انجام بدید. باور کنید کلی چیز یاد میگیرید. یارتونه همیشه میگفتم وقتی که فوتبال بازی میکنید شما باید تمرین پاس دادن بکنید، تمرین شوت زدن بکنید، تمرین دویدن کنید و اینها تمرین هایی است که شما فوتبال ببینید یاد بگیرید. و این فرق میکنه با کسی که اینجوری روی مبل خونش لم داده، چیپس دستش رو در تلویزیون نگاه میکنه. این فوتبالیست هیچ وقت نمیشه، این هست که فوتبالیست میشه. و اگر شما میخواین آلمانی یاد بگیرین باید این باشین، نه اونی که داره فوتبال رو فقط میبینه. این تمرین اسمش هست مایرز وارتن نیشت گرنه. مایرها دوست ندارن معطل بشن یا صبر کنن. از همون خواسته که وارتن زی دن دیالوگ، مرتب کنید، منظم کنید این دیالوگ را. اوکی؟ این کلمه رو حفظ کنید، وارتن، این رو مرتب و منظم کنید. حالا بخوایم به درس برگردیم، این جمله امری دیگه، گفته که این رو منظم کن، فعل اومده جایگاه اول و بعد زوبیکت یا کننده کار اومده جایگاه دوم. این آقای والتر، اینم خانم ماری هست. خانوما همه موقعی میخوان برن بیرون طول میکشه تا تموم بشن، راضی بشن که بریم. به هر حال جمله اول گفته بیست تو فرتیش اس ایس شون شپید، تمومی دیر شده ها. خانومه میگه واس موسن وی شون لوس، چی ما باید الان راه بیفتیم؟ میگیم بابا ساعت 5 قرار داشتیم، 5 دقیقه به 5 معلومه باید راه بیفتیم. دومی میگه که آقای میگه یا دو وایس دوخ مایز وارتن نیشت گرنه، مخ بیته شنل. آره بابا تو میدونی که مایرا صبر نمی کنن، خیلی دوست ندارن معطل شن. دومره امری مخ بیته شنل، انجام بده لطفا سریع، آماده شو. جوابش کدوم میتونه باشه؟ آ، ب یا س؟ جواب س هست. خانمه میگه یا یا ایش کامه یا شون بو ایست از گلد. آره آره الان میام. پول کجاست؟ تازه دنبال کیف پولیش میگرده. جمله سوم میگه ایش هاب اس، دارمش، پیش منه. واس نیمن وی مت، چی با خودمون ببریم، چی براشون هدیه ببریم؟ واین، بلومن، شکلات، شراب، گل یا شکلات. جواب چی میتونه باشه؟ جواب آ هست. واین اون بلومن، شراب و گل. شکلات فینده ایش کندش،
شکلاته، فعل در جایگاه دوم، پ به نظرم کیندیش هست. ببینید آلمانی ها موقعی میخوان بگن به نظرم این طور هست، یکی از راه حلاش بگن فیندیش، یعنی پیدا کردن، ولی مفهومش اینجا میتونه باشه به نظر من این طوریه. شکلاته فینده ایش کیندیش، فکر میکنم بچگانه است، کیند بچه، کیندیش بچگانه. جمله آخر، اوکی دن گین بی یت لوس. اوکی پس بریم به هر حال آخر. جواب فقط ب میمونه. خانم گفته یا ابا ایش هب کاین لوست، یا ایش هب گا کاین لوست، باشه ولی من خیلی حوصله ندارم. تمرین سه حلش میکنیم. گفته که وو وونت فراو کلوس این هاله. سوال اینه که واس فو فراگن پاسن، چه چیزی برای سوال جور در میاد که جوابش این باشه. یعنی مثلا گفته این هاله، در شهر هاله، و سوال اینه که مثلا خانم کلوس، خانم کلوس کجا زندگی میکنه، درسته؟ پس این میشه. حالا جوابمون ناینه، پس میدونیم یا ناین فرگه هست، پس فعل جایگاه اول خواهد بود، اینو مطمئنیم. ناین ایش لیزه، میگه نه دارم میخونم. مثلا بهش میگیم خوابی؟ یا نمیدونم داری تلفنی حرف میزنی؟ بعد اون میگه نه دارم میخونم. پس بهش میگیم مثلا شلیفستو، شلیفستو، خوابیدی؟ نه دارم درس میخونم. سه میگه دس ایست فراو لوزه دی لیررین، این خانم لوزه هست، معلممون. سوالش چی میتونه باشه؟ Wer ist das؟ یا Wer ist sie؟ اون کیه؟ خانم فلان که معلممونه. چهار چی میتونه باشه؟ Ich lese gerade ein Buch، دارم یه کتاب میخونم. سوالش؟ داری چیکار میکنی؟ Was machst du؟ درسته؟ حالا بریم سراغ نکته. پس گفتیم یا ناین فراگه، فعل میاد اول. اگر جملمون خبری باشه، یعنی با یه زوبیک، با یک زمان، با یک مکان اگر شروع بشه، میشه همون مثال آقای دکتر قلبو چجوری عمل میکنن، وی چگونه، چطور، چه شکلی، درسته؟ میگیم چه. ولی توی آلمانی و هست، پس این میدونیم یکی از این و فراگه ها صحیح هستن. واس ماخست دو، و ایست داس، وی گیت است دیا، وی شپیت است داس، وخوم گین ویا، وخوم گین وی نیش، اینجوری میشه سوال. اوکی، پنج رو میذارم کامل بر عهده خودتون. کسانی که دوست دارن توی کامنت برام جواباشو بنویسن و ببینیم کی از همه سوالای بهتری می نویسه، یعنی ترکیب جمله بهتری می کنه، چون گفته کمبینیرن زی زتسه، یعنی اینکه جملات رو با هم ترکیب کنید، یعنی همون چیزایی گفتیم یا با آبا، یا با اونت، یا با دن، یا با اودا، که کار سختی نیست. می دونم همه از پسش برمی آیید. موفق و پیروز باشین. تا درس بعد، خداحافظ.